هر رسانه دریچه ایست به آزادی، خصوصا در شرایطی که در ایران به علت سانسور و اختناق شدید دریچه های آزادی بیان بسته شده، وجود رادیوهای خوبی مثل رادیو زمانه برای ما بسیار با ارزشه. داشتن صداهای مختلف از طریق رسانه‌های مختلف برای قشرهای مختلف جامعه، برای هر کشوری که بخواد دموکراسی درش نهادینه بشه، یک چیز واجب و بسیار مهمی هست. و چنانچه رسانه‌های مانند زمانه بتونن به طور آزاد و مستقیم به گوش مردم ایران برسن، شکی نیست که در روند دموکراسی سازی در ایران نقش بسیار مهمی رو بازی خواهند کرد. آزادی بیان اولین پله دموکراسی است. ملتی آزاد نباشه که عقاید خودش رو بیان بکنه، چطور میتوان تصور دموکراسی رو کرد؟ ایران از نادرترین کشورهایی هست که تمام تلاشش رو میکنه که همه راه‌های دسترسی به اطلاعات رو درون کشور ببنده، از طریق اینترنت، موبایل، تلویزیون، رادیو، تمام اینها رو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده که جلوگیری کنه. اما با گسترش تکنولوژی‌های مختلف شک و تردیدی نیست که در دراز مدت این سیاست موفق نخواهد بود. ایران حاضر شده بسیاری از بندهای قانون اساسی رو متناسب با شرایط روز تو حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حتی سیاسی تغییراتی درش بده بالاجبار، اما در ارتباط با مسئله صدا و سیما هیچ وقت حاضر نشده این رو درش تغییر اعمال کنه، چون این براش خیلی حیاتی بوده و به قول خودشون میگن این برای ما کشنده است اگه بذاریم آزادی مردم تو این وسط تضمین بشه. حکومت بسیار تلاش میکنه برای مثال بشقاب‌های ماهواره رو جمع کنه و خیلی جالب بود که یکی از نمایندگان مجلس اعتراض کرده بود که حتی عشایر هم در موقع اشلاق اشلاق کردن با بشقاب‌های ماهواره با خود حمل میکنن. این خود نشون میده که در بطن جامعه نیاز به دسترسی به اطلاعات بسیار عمیق هست. بنابراین با پارازیت، با حمله به خونه‌های مردم برای جمع‌آوری دیش‌ها و با فیلترینگ، برخورد و زندانی کردن نویسنده‌ها از طریق رسانه‌هایی که چیزی رو منتشر می‌کنن، سعی می‌کنن حتی امکان مردم آگاه نشن، در حالی که این مبارزه با تکنولوژی توی قرن گذشته واقعا خب سابقه داشته، در ایران هم هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. رسانه‌های فارسی زبان که خارج از ایران به پخش برنامه کمک می‌کنن، در حقیقت اینها مؤثر هستند در جریان آزاد اطلاعات و باعث می شوند که سانسور داخل ایران از بین بره. همکنون بسیاری از مردم ایران اعتمادشون به رسانه های حکومتی بسیار کم هست و تلاش خودشون رو می کنند که از راه های آلترنتیو به اخبار دسترسی پیدا کنند. به نظر من این روند ادامه پیدا خواهد کرد و با وجود تمام تلاش‌های حکومت، مردم و نیازشون به دسترسی به اطلاعات پیروز خواهند شد. دیکتاتوری به اصطلاح به حال یک روز پایانی داره، به خصوص در کشور ما ایران که مردم بیش از 100 سال حداقل تو این حوزه تلاش دارن می‌کنن، حقشون هست که بتونن برای سرنوشت خودشون آزادانه تصمیم بگیرن و از این نوع رسانه‌های مستقل و آزاد بهره برداری بکنن. حکومت هایی که مخالف جریان اطلاعات هستند در حقیقت با تمام قوا سعی می کنند جامعه رو به عقب بکشند، اما موفق نخواهند شد مگر می توان خورشید رو از طلوع باز داشت.